مشکل اعصابم. گروه بی نمی نویسن، می نویسن معاف از رزم کلن. پس همه شد یه دسته. کارت که بهتون میدن معاف از رزم بهتون میدن اگه مشکل داشته باشید. پس خیلی فکر کنید به این مبحث معاف از رزم کردن خودتون. اگه واقعا هم تحملشون ندارید بکنید. معاف از رزم ها 4300 میگن، 4 تومن میگیرن. خیلی خیلی بگیرن 4 تومن 4 خورده ای. تو جایی ها دیدم از 3 خورده ای میدن. هی چطورید بچه ها؟ دیویس هستم به چنل من، خوش اومدید. بریم سراغ یکی از مبحث های مهم که خیلیاتون در رابطه با این سوال پرسیده بودین و من میخوام با توجه به تجربیاتم و چیزی که دیدم راجع به اون صحبت کنم. اونم چیزی نیست جز معاف از رزم. خب بچه داستان معاف از رزم چیه؟ اولا که بیام یه چند تا چیزی که من شنیدم و بهتون بگم، یکم کنجکاوتون کنم. آها قبل که بریم جلوتر، چون میدونم از این ویدیو استفاده میکنید، از این ویدیو ویدیوهای دیگه استفاده میکنید، بچه لایک یادتون نره، سابسکرایب هم بکنید. یه سری موضوعات شاید بعدم بذارم در اختیارتون که شاید اونجا به درتون بخوره، یا وسط پادگان یه مرخص ساعتی میگیرید میاد ویدیو من نگاه کنید، شاید درتون بخوره، شاید سه چیز رو اونجا بهتون نگم من بهتون میگم. خب بذارید اول این سه چیزایی که من شنیدم رو بهتون بگم، یکم کنجکاوتون بکنم. خیلی جالب چیزایی که من تا الان شنیدم. موضوع اول، دیگه گروه ب نداریم توی کارت پایان خدمتتون. یعنی روی کارت پایان خدمتتون نمینویسن گروه ب، همه ی گروه ب رو مینویسن معاف از رزم. یعنی اگر به هر دلیلی شما معاف از رزم نباشید یا معاف از رزمی باشید که بتونید تحمل کنید، برید کارتتون رو معاف از رزم می‌کنید، برید قبل خدمت خودتون بگید آقا من فلان مشکل رو دارم معاف از رزمم کنید، آخر خدمت برای شما میزنن معاف از رزم و گروه بی هم زیر دسته معاف از رزمان. و وقتی بعدن از نظر ذهنی ها کسایی که اون کارت شما رو میبینن ما میدن معاف از رزمه، شاید مثلا بگن خب این احتمالاً جزء گروه بی است، یعنی جزء کسایی که مشکل اعصاب روان دارن، یه مقدار ناراحتی دارن و این چیزا، این داستان. این از این مورد که ما کسایی که معاف از رزم اعصاب روانن دیگه نمیسن معاف از رزم اعصاب روان، نمیسن مشکل اعصاب روان گروه بی، نمینویسن، مینویسن معاف از رزم کلا. پس همه شد یه دسته. کارتی که بهتون میدن معاف از رزم بهتون میدن اگه مشکل داشته باشید. موضوع بعدی، چیزی که من شنیدم سربازی از امسال، یعنی سال 1400 و چند شدیم؟ 3 شدیم آره؟ 1403 قرار حرفه محور بشه. یعنی من داستان این که میدارم میگم حرفه محور بشه رو پارسال شنیده بودم. خیلی وقت، البته داستانش هست، خیلی وقت هست، یه مقدارم شده، یه مقدارایی هم شده، ولی خیلی قرار جدیتر حرفه محور بشه. یعنی چی؟ یعنی شما که میرید سربازی بر اساس چیزایی که بلدید، کارهایی که بلدید، مثلا چه میدونم یه کوچولو کامپیوتر بلدید، یه کوچولو مثلا تراشکاری بلدید، یه کوچولو فلان بلدید، فلان بلدید، میرید سربازی، میذارنتون اولا که براتون احتمالاً کلاس بذارن و قرار اون حرفتون رو روش کار کنید، یا اگر اون حرفه رو بلدید از اون حرفه استفاده کنید. چیزی که من شنیدم، بازم میگم 100% نیست. و از اون طرف یه چیز دیگه که شنیدم بازم احتمالش رو میدم اینه که قرار سیستم پاسداری کلاً عوض بشه و یه سیستم دیگه بذارن به جاش. یعنی من تا چیزی که اطلاع دارم قراره مثلا حالت دوربینی بگیره، یعنی دیگه مثلا بچه ها رو نمیفرستن پاسداری، یعنی جوان ها رو نمیفرستن پاس بدن. شاید هم بهتر باشه. چرا بهتره؟ شنیده بودم که مثلا بچه ها میرن سر پاس میخوابن، یا مثلا بنده خدا میرن سر پاس یه اتفاقی براشون میفته، عقرب میزنشون، فلان میزنشون، اتفاق میفته، خیلی اتفاق دیدم سر پاس میفته. یا مثلا طرف میره سر پاس، مثلا آقا نمیتونه پاس بده، میان بهش گیر میدن، اضافه میخوره، میره سر پاس، تحت فشار روانیه، حالا یه کاری میکنه، هر کاری میکنه. این یه مقدار ریسک داشت و الان من حس بهتری دارم به این نسبت به این اتفاق اگه بیفته، کهش قراره حالا مثلا سیستمش کلا عوض بشه، ان شاء الله که اینطوری بشه. پس با توجه به چیزایی که گفتم، اگه این اتفاق افتاد یا اگه چیزی شنیدید در آینده، نسبت به اینا تصمیم بگیرید. چون کسی که این مشکل دارن میتونن برن خودشون معاف از رزم کنن و میتونن این کارو نکنن، مثلا میگن آقا مشکلی ندارم، ولی اگه مشکلتون حاده حتما بگید، اونجا محیط تحت فشار زیاده. توی ویدیوهای اولیه که از خاطرات خدمت گذاشتم براتون توضیح خلاصه دادم که آره مثلا کجا میتونید برید بگید مثلا من مشکل دارم و معاف از رزم میکنم. ولی معاف از رزمی و آها یه موضوع دیگه، یه موضوعی که خیلی مهمه، به هر دلیلی شما قبل از خدمت معاف از رزم شید، حالا اعصاب روان یا هر دلیلی، خب یا حین خدمت معاف از رزم شید، من شنیدم که حتما دیگه تو خود پادگان نمیتونن از معاف از رزمی درتون بیارن، حتما میفرستنتون یه سری مراکز حالا مشخص، اونجا باید خودتون از معاف از رزمی در بیارید. یعنی مثلا شما گروه بی که باشید حتما تو پادگان دیگه نمیشه، حالا تو خود پادگان گروه بی شده باشید یا قبل از خدمت دفترش که پست کردید اونتون مراحل اولی گروه بی شده باشید، میفرستنتون تهران که از گروه بی در بیارید. حالا خدا رو شکر بیمارستانای اونجا هم
توی ویدیو قبلی من گفتم یه سری جا رو داره، یه سری خوابگاه داره برای کسایی که سربازه که اعزام میشن از پادگان دیگه، میفرستن شما رو اونجا چند روزی میمونید تا یه جلسه ای برای شما میگن، یه شورا براتون بگیرن و بعد از اون با توجه به شرایطتون حالا میگن براتون تصمیم میگیرن. پس خیلی فکر کنید به این مبحث محافظ رزم کردن خودتون. اگه واقعا هم تحملش ندارید بکنید، یا مثلا به کارت پایان خدمتتون واقعا نیاز ندارید و یه مقدارم مشکل دارید، بکنید این کارو. خب حالا بریم جلوتر. چیزایی که برای من اتفاق افتاد، چون من محافظ رزمم زیاد دیدم اونجا، بریم نسبت به اون توضیح بدم براتون. باشه، شما میرید آموزشی اگه محافظ رزمین پاتون مشکل داره و اینا، حتما بگید توی، چون توی آموزشی به شما رو یه سری تمرینا بهتون میدن، مثلا بشین پاشون میدن و رژه باید یاد بگیرید اینا، حتما اعلام کنید. اونجا جایی نیست که چنین چیزی رو اعلام نکنید. یهو میرید پاتون یه مقدار مشکل داره، اونجا میفرستن و رژه میید، بدتر میشه دیگه، داغون هم که شدید دیگه، حالا بیا درستش کن. پس اگر محافظ رزمید، هر جا که میرسید که نه، جایی که کار سخت میخوان بدن، حالا بستگی به اون شرایط محافظ رزمیتون، اعلام کنید، هیچ مشکلی نداره. بهش بگید آقا من محافظ رزمم، من نمیتونم، من بفرستی قسمت اداری، یه کاری انجام بدم، اصلا من بفرست منشی بشم، مثلا بفرستتون منشی بشید. پس میرید تو آموزش اعلام میکنید، آموزشیم که چیز سخت نیست، مثلا پاسداری نداره آموزشی، چرا یه پاس مثلا خیلی خفیف مثلا چپ داره، پاس پوتینه، اصلا مسئله تو کار نیست، یا پاس پوتینه، یا پاس آسایشگاه، یا پاس مثلا دستشویی، حمام دستشویی، یه سری پاس اینطوری ساده داره که بازم اونم واقعا از نظر روانی اگه نمیتونید تحمل کنید، بازم میتونید اعلام کنید. ولی بهتون پیشنهاد میدم که یک بار امتحانش کنید، چون مثلا یه جایی هم شاید بعدن تو زندگیتون نیاز باشه مثلا چه حرکتی انجام بدید. آقا مثلا بیچاره بیدار بمونید. به هر حال حالا محافظ رزمی توی آموزشی چیز سختی نیست، چیز خاصی هم نیست، اعلام کنید، حالا مثلا این سری کارا رو بهتون نمیدن یا ساده تر بهتون میگیرن. ولی توی یگان چه اتفاقی میفته؟ اول بذارید بهتون بگم که محافظ رزما سیستمشون چیه. باشه، محافظ رزما رو نباید بزنن پاسداری، نباید مثلا کار سخت انجام بدن، بستگی به شرایطشون داره، نباید خیلی کار رو انجام بدن. معمولا محافظ رزما رو میذارن کارهای یا اداری انجام بدن، یا برن مثلا کارهای چی بهش میگن مثلا قسمتی انجام بدن، چون نمیتونن پاس بدن، نباید محافظ رزما پاس بدن، اصلا قانونی که محافظ رزما پاس ندن. ولی یه استثناء هم دارم جلوتر بهتون میگم. محافظ رزما میذارن قسمتی، یا میذارن چم یه مثلا چه میدونم یه انبارداری، یه آرشگر بلد باشید، چه میدونم یه قسمتی، قسمت زیاد هست توی مثلا مسئول بوفه ای، نمیدونم فلانی بهمانی. محافظ رزما بستگی به شرایط محافظ رزمیش، یکی از اینا رو میذارن براش، یکی از اینا رو میدن بهش. این میشه گفت خوبیشه، چون پاس نمیدی و یه قسمتی هم دستت معمولا قسمتیت میکنن و ادامه میدیم. بدیش چیه؟ بدیش اینه که بچه محافظ رزما توی یه سری از پادگانا مثلا یه جورایی شاید اذیت کنن. خدا رو شکر پادگانی که ما هستیم مشکلی نداشت، ولی مثلا من جایی رو شنیدم پاد محافظ رزما رو مثلا ساعت‌های بیشتری نگه می‌دارن. مثلا کار اداری شما داشته باشید، کار اداری قسمت اداری بیفتید، به جای که تا 2 بمونید تا 5 نگهتون می‌دارن، تا 4 نگهتون می‌دارن. خب این تا این محافظ رزما رو پس چطوری ممکنه حالا اذیت بشن؟ اینکه مثلا تایم بیشتری بمونن. یه سری داستان دیگه هم داره جلوتر بهتون میگم. پس محافظ رزم تا اینجا نباید پاسداری بده، کار سخت بستگی به شرایطش، مثلا یک مشکل کمری، استخونی، چه می‌دونم ارتوپدی از اینا داشته باشه، نباید اون کارا رو مثلا رژه و اینا رو انجام بده. معمولا می‌ذارنشون قسمت، امکانم داره که بیشتر نگهشون دارن و کار بیشتر بهشون بدن. استثناء چی بود که بهتون میگم؟ چون سرباز کمه و کسی دیگه خدمت نمیره، احتمال این هست که شما به تبع خودتون محافظ رزم بکنید، بسته به شرایط مشکل، شرایطی که دارید، شما حتی پاسداری که نباید و ممنوعه هم بدید، چون سرباز کمه. سرباز که کم باشه، قانونی که حتی اگه سرباز نبود، سربازی که چه شله نمی کوره، هر مشکلی داره، حالا اینا که نمیذارن برای خدمت، ولی که بدترین سربازاره که مشکل دارن من بذارن رو پاسداری، قانونه. حتی اگه سرباز نبود کادریو میذارن برای سرپاسداری. در این حد بستگی داره سرباز باشه یا نه. امیدوارم جایی که میرید الان اگه مشکل دارید سرباز باشه، شما رو با اون شرط توجه به شرایط روانیتون نذارن، تو شرایطی که دارین نذارن پاسداری. خب دست خودشونه، شما برید اعتراضم کنید به جایی نمیرسه. این یه مورد، به جایی نمیرسه. اینم تا اینجا. چی دیگه در مورد محافظ رزمی بهتون بگم؟ آها، محافظ رزمی یه مشکل دیگه هم داره بچه‌ها. وقتی که کارت هم بهتون هم گفتم جلوتر، کارت پای خدمتتون که دادن اگه توش نوشتن محافظ رزم، شما خیلی از جایی که دولتیه نمیتونید کار کنید. من چیزی که شنیدم، حالا نمیدونم چه ربطی داره، اگه مثلا طرف مثلا زانوش مشکل داشته باشه، یا مثلا یه مشکل کمری داشته باشه، یا حالا مثلا به هر شکلی محافظ رزم شده باشه، اینکه نتونه کار دولتی بکنه نمیفهمم. انگار که یه حالت چیز داره، ببخشید، حالت چون تو فلان مثلا شاید خدمت یه درصد به آسون تری گذشت و پاسداری ندادی، ما هم فلان. خب اونی که معاف شده شما گذاشتین مثلا توی بانک کار میکنه، اونی که باباش مثلا تو بانک کار میکنه
گذاشتین داره کار میکنه، اونی که فلانه، اونی که بهمانه، اونی که بنده پدر رو میذارید کار. حالا این بدبختی که مثلا یه جوری شاید واقعا مشکل داره رو یه جوری یک رو کارون کارتش میذارید که محافظ رزم، بعد یه جوری یه آدمی که شاید بتونه مثلا خیلی خدمت در حق مثلا مملکتش بکنه رو شما یه جوری حذف میکنید. نظر من که حالا واقعا مهم نیست، ولی خب نظر من اینه که اگه کسی مثلا تو کارش محافظ رزم این که کار بش ندن، کار دولتی بش ندن، نذارید، چون یه نفر خودتون از دست میدید، خودتون یه نفر از دست میدید و آقا تو خدمت مثلا چه میدونم حقوق کمتر بهشون میدین. همین الان که دارین حقوق کمتر میدین، کسایی که محافظ رزمن چون قسمتی میشن نسبت به پاسدارا نصف حقوق میگیرن. یعنی پاسدارا الان مثلا 7 8 تومن میگیرن، 7 تومن میگیرن، محافظ رزم ها 4 300 میگیرن، 4 تومن میگیرن. خیلی خیلی بگیرن 4 تومن 4 خورده ای، چون جایی ها دیدم من که مثلا 3 خورده ای میدن. خب آقا اینم از خاطراتی که من از چیزایی که دیدم توی خدمت از محافظ رزما بود. یعنی محافظ رزمایی رو دیدم که میذاشتن پاسداری، محافظ رزمایی رو دیدم که سری میفرستنشون قسمت، محافظ رزمایی رو دیدم که چه میدونم شرایط خاص خودشونو داشتن، شرایط خاص خودشون داشتن، محافظ رزم شده بودن و اومده بودن خدمت و فقط میخواستن حالا کارت پایان خدمت رو بگیرن. یعنی اگه شما فقط لنگ کارت پایان خدمت اینو واقعا مثلا نمیتونید تحمل کنید، یه بهونه ای هم دارید برای اینکه محافظ رزم بشید بشید. ولی اگه حقوق کامل خدمت رو میخواهید، مطمئن نیستید که برید محافظ رزم بشید یا نشید. مثلا یه طرف کامنت گذاشته بود برای من که کف پام صافه، برم خودم محافظ رزم کنم. ببین اینا خیلی به خودتون بستگی داره. حقوقش باید بهتون میگم خب محافظ رزم نصفه با توجه به اینکه حالا پاسداری نمیدن، حقوقشون قطعا کمتره. آها یه موضوع دیگه، یه درجه کمتر بهشون میدن. مثلا اگه ستوان باشید، مثلا با لیسانس محافظ رزم برید، درجه گروبان یکم بهتون میدن، ستوان باید بدن معمولا، ولی خب گروبان بهتون میدن. اینم موضوع دیگه که باید بدونید حتما. خودتون فکر کنید ببینید مثلا آقا من برم خودم محافظ رزم کنم یا نکنم، نمیتونم پاس بدم، واقعا شبا نمیتونم بیدار بمونم، اصلا از اسلحه میترسم، چون اسلحه بهتون میدن دیگه برای پاس دادن. به خودتون بستگی داره، خیلی میگم به خودتون بستگی داره. مثل همون داستان انتقالی که بهتون گفتم، انتقالی گرفتم به خودتون بستگی داره. شما واقعا اگه نمیتونید تحمل کنید میرید میگید میفرستن تو شهر خودتون. خب آقا اینم از شرایط محافظ رزمی. روزم آخرین روزی که من اینجام، من 29 باید حرکت میکردم میرفتم سمت پادگان، ولی خب مرخصیمو تمدید کردم، خدا رو شکر، خدا رو شکر. من دیگه درخواست دادم که آقا من دوست دارم عید پیش خانواده‌ام باشم، اونا هم قبول کردن، گفتم باشه اینم عیدیت. به من تا 4 مرخصی دادن، امروزم باید حرکت کنم فردا اونجا باشم. بلیطم هم گرفتم و دیگه چی دیگه، ویدیو بعدی اونجا درست میکنم براتون و تا مرخصی بعدیم دیگه. اگه سوال هم دارید حتما بپرسید، ویدیوی بعدیم احتمالاً دوباره در رابطه با سوالاتون باشه. اگه سوال چیز خاصی هم بپرسید شاید در مورد اون توضیح بدم، یا در رابطه با این سیستم 3 ماهی که قرار دوباره کم بشه یه سری اطلاعات کسب کنم بهتون بدم. آره خلاصه مواظبت کنید فعلا.